به تازگی و بعد از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش ویدیویی توی فضای مجازی درز کرده که مکالمه تلفنی امام جمعه تبریز محمد علی آل هاشم رو با وزیر نیرو نشون میده. اون به راحتی سخن میگه، اما چه اتفاقی واقعا افتاده؟ اون زنده بود، چطور جسد بیجانش رو پیدا کردن؟ در ادامه این ویدیو به این موضوع میپردازیم. قبل از ادامه اگر به ویدیوهای ما علاقه مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. بعد از انتشار خبر سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش اظهار نظرهای مختلف رسانه‌ها و مسئولان دولتی در ساعت‌های بعد از وقوع این سانحه در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده. اما در راستای همین واقعه خبرگزاری بی بی سی نوشت چطور بالگرد دومین شخصیت مهم ایران و وزیر خارجه اون کشور حدود 16 ساعت ناپدید شد و بر اساس ادعاها امنیتی ترین نهادهای ایران از اون ردی نداشتند. با گذشت چند روز از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی نه تنها پاسخ این سوال مشخص نیست، بلکه اظهارات و تصاویر تازه بر ابهام و سوال‌ها افزوده. آیا بالگرد به دلیل نقص فنی به زمین خورد؟ یک اتفاق غیر منتظره داخل هلیکوپتر یا کابین خلبان باعث سقوط شد؟ نداشتن دید کافی و فرو رفتن در ابر و مه دلیل سقوط بود؟ انفجاری در هوا نزدیک زمین یا بعد از برخورد به زمین اتفاق افتاد؟ کسی به عمد خرابکاری کرده بود؟ در اون 16 ساعت بیخبری چه اتفاقی افتاد؟ جواب هیچ کدوم از این سوال ها رو به طور قطع نمیدونیم، چون برای دونستن بسیاری از اونها به تحقیقات مستقل کارشناسان نیازه که با توجه به شرایط امنیتی ایران غیر ممکنه. در مواردی مشابه مانند سقوط بالگرد کوبی برایانت، بازیکن مطرح بسکتبال در ژانویه 2020، نتیجه کامل تحقیقات کمیته ملی ایمنی پروازهای آمریکا بیش از یک سال بعد در فوریه 2021 منتشر شد. انتشار اطلاعات قطره‌چکانی متناقض، غلط و شاید دستکاری شده شک و تردیدهای زیادی به وجود آورده، به گونه‌ای که حتی بعضی از مقام‌ها و روزنامه‌های ایران مانند هم میهن و جمهوری اسلامی هم به اون اعتراض کردند. به ویژه اون که در مواردی مشابه مانند شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی از لحظه سقوط مقام‌های جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات غلط می‌دادند. توی نخستین گزارش از این واقعه، مرکز ارتباطات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه احتمالات رو به جز آتش سوزی در اثر برخورد با ارتفاع مردود اعلام میکنه. در این گزارش تاکید شده که بالگرد در مسیر تعیین شده خارج نشده تا 1.5 دقیقه قبل از سانحه با دو بالگرد دیگر در تماس بوده، آثار گلوله یا موارد مشابه مشاهده نشده و در مکالمات با برج مراقبت هم مورد مشکوکی مشاهده نشده. یکی از احتمالات اینه که موتور بالگرد و در نتیجه ملخ‌ها در زمان برخورد با کوه خاموش بوده باشند، اما مشخص نیست اگر چنین اتفاقی افتاده دلیل اون چه بوده. در تحلیلی دیگه فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی امنیتی مؤسسه واشنگتن، معتقده به نظرم هلیکوپتر مستقیم به دامنه کوه برخورد کرده، در حالی که خلبان یا نمیدونسته داره با کوه برخورد میکنه یا سعی داشته ارتفاع بگیره و از کوه بگذره که نتونسته، بعد با دماغ روبه پایین به کوه برخورد کرده، در نتیجه به سرعت به پایین به اصطلاح پیچ کرده یا چرخش ارضی و بدن در حالی که دم بالاست واژگون شده و بعد کابین آتیش گرفته. اون میگه اظهارات یک شاهد عینی تایید کننده این موضوعی که بالگرد با دماغ رو به پایین به کوه برخورد کرده. اشاره آقای ندیمی به سخنان علی نیکزاد، نماینده اردبیله، که به نقل از یک معدنکار به عنوان شاهد پایین رفتن بالگرد گفته بود اون رو دیده که در یک خط مستقیم به صورت سینوسی بالا و پایین میرفته. در اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح گفته شده بالگرد در اثر برخورد با کوه آتش گرفته،
برخورد شدید بالگرد با زمین میتونه باعث انفجار مخزن بنزین بشه. در بسیاری از سوانع مشابه از جمله برخورد بالگرد حامل کوبی برایانت و دخترش در کالیفرنیا به دامن کوه بدن آتیش گرفت و تمام سرنشینان جان باختند. آقای صدیقیان خلبان ژاندارمری که پرواز با بالگرد بل رو هم تجربه کرده درباره شیوه آتش گرفتن بالگرد تردیدهایی داره. اون میگه آتش انقدر شدید بوده که بیشتر سرنشینان و مخصوصا خلبانان به شدت سوختند. اما مشخص نیست که چرا چمدانهای سالم در تصویر دیده میشه. بعضی از بخشای دیگه بالگرد سیاه نشده. اما مدتی بعد از سقوط بالگرد، غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران میگه محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز تا چند ساعت بعد از حادثه به تماس‌های گرفته شده، به تلفن خلبان پاسخ میداده. آقای اسماعیلی میگه دوباره که من تماس گرفتم آقای آل هاشم گفت حالم خوب نیست و متوجه نشدم چی شده و نمیدونم کجا هستم. لابلای درخت هم و هیچ کس رو نمیبینم و تنها هم. مشخصه جنگل و درخت رو داد. همچنین آقای اسماعیلی با اشاره به شرایط جوی پرواز میگه در هنگام پرواز هوا صاف بود و پدیده جوی خاصی نداشتیم. بعد از نیم ساعت در مجاورت معدن یک لکه ابر در دره مشاهده شده. اما به تازگی خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ویدیوی کوتاه از مستندی که درباره سانحه هلیکوپتر ابراهیم رئیسی تهیه شده رو منتشر کرده. در بخشی از این ویدیو علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو در حال مکالمه تلفنی با محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز بعد از سانحه دیده میشه. مهرابیان از امام جمعه تبریز میپرسه آقای آل هاشم صدای من رو دارید؟ حالتون خوبه؟ یعنی دور و بر شما نیستند؟ آقای آل هاشم صدای من رو دارید؟ حالتون خوبه؟ از این پس تماس با تلفن امرای خلبان مصطفی که توسط آیت الله آل هاشم پاسخ داده میشه تنها امید برای یافتن بالگرد و سرنشینان آن است. بقیه کجاست؟ یعنی دور و بر شما نیستن؟ شما تنهایی؟ اما بعد از برقراری این تماس ها سوال مهمی که پیش میاد اینه که چرا از طریق مخابرات نتونستن محل سانحه رو پیدا کنن. به گفته مهرداد بزپاش وزیر راه برای پیدا کردن نقطه دقیق تلفن به 3 دکل مخابراتی نیازه که فقط 1 دکل وجود داشته. اما بعضی از کارشناسان ارتباطات با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و دکل‌های موجود میگن مکانی که تلفن همراه اونجا بوده با خطای اندکی قابل شناساییه. روزنامه هم میهن به نقل از یکی از امدادگران گفته دادن اطلاعات غلط از محل سقوط امداد رسانی رو با مشکل مواجه کرد. محدوده جستجوی ما نزدیک به محل سقوط بالگرد بود، یعنی جایی بین روستای اوزی و خوین رود. بعد از مدتی مختصات دیگری اعلام و گفته شد که ظاهراً از داخل کابین تماس گرفته شده و به منطقه دیگری اعزام شدیم، اما چیزی پیدا نکردیم و به محل معدن مس سنگون برگشتیم. صبح فردا که دوباره به منطقه اعزام شدیم لاشه بالگرد به کمک پهپادها پیدا شده بود. شک و تردیدها از ابتدا درباره عمدی بودن این حادثه وجود داشته. برخی اسرائیل رو به خرابکاری متهم می کنند، اتهامی که اسرائیل رد کرده. برخی دیگر نزاع‌های سیاسی درون حکومت بر سر جانشینی رهبر رو عاملی برای عمدی بودن سقوط می دونند. درباره هیچ کدوم از این تردیدها نمی توان با قطعیت نظر داد، چون شواهد کافی برایشون وجود نداره و فقط حدس و گمانه. اما تردیدها و سوالهای زیادی مطرحه که تا زمان انتشار اطلاعات تازه مبهم خواهد ماند. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.